در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. گسترش بی‌سابقه حملات هوایی نیروهای آمریکایی توسط طیاره‌های بم افغان B-52 بر مواضع طالبان در مرز افغانستان با چین و تاجیکستان. گزارش از انکشافات سیاسی تازه در واشنگتن در پیوند به مداخله ممکن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. سلام، سیار زیا هستم. به برنامه خبری امروز سه‌شنبه ششم ماه فوریه سال 2018 خوش آمدید. برنامه امروز در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به گونه مستقیم نشر میشه. امید است تا پایان ما را همراه باشید. قوای نظامی ایالات متحده آمریکا گفته است که عملیات تازه برای تخریب منابع مالی، مراکز آموزشی و شبکه‌های حمایتی طالبان در مرزهای افغانستان با چین و تاجیکستان گسترش یافته است. حملات هوایی بر شبکه‌های تولید، پروسس و قاچاق مواد مخدرات طالبان که به گفته مقام‌های آمریکایی منبعی 60% مصارف آن گروس در نوامبر گذشته از ولایت هلمند آغاز شد. اعزامیان آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که در بیش از 96 ساعت گذشته قوای آمریکایی عملیات هوایی را بر مراکز آموزشی طالبان در ولایت بدخشان انجام داده و پلانگذاری و تمرینات برای اعمال تروریستی این گروه را در مناطق مرزی افغانستان با چین و تاجیکستان مختل کرده است. حملات جدید هوایی بر مواضع طالبان پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان اخیراً تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که شورشان آن گروه در حال انجام تمرینات زمستانی در ساحات پوشیده از برف را نشان می‌داد. جان نیکلسون، قمندان ارشد مأموریت حمایت قاطع در افغانستان گفته است که اکنون طالبان جای برای پنهان شدن ندارند و هیچ پناهگاه امن برای هیچ گروه دهشت افغان وجود نخواهد داشت تا با استفاده از آن به افغانستان آسیب و زیان برسانند. دوستان، نیروهای آمریکایی تحت فرماندهی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان چرا در این موقع حملات هوایی را که بی سابقه هم خوانده شده است در بدخشان علیه طالبان انجام دادند؟ برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد این عملیات فرصت داریم تا با محترم دگرمن کانی فاکنر، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان که همکنون از طریق اسکایپ از پایگاه ناتو در کابل با ما به تماس است، صحبت داشته باشیم. آقای فاکنر، تشکر از وقتتان. چه باعث شد که پس از این همه مدت حال و یا هم اکنون ناتو چنین یک عملیات هوایی را در بدخشان انجام میده؟ ممنون از اینکه مرا به برنامه خود دعوت کردین. اولا در بخش این عملات در افغانستان حمایت قاطع در با معذرت بیننده های محترم و همچنان جناب آقای فاکنر، رابطه ما به دلیل مشکلات تکنیکی قطع شده. همکارای تکنیکی دوباره تلاش میکنن تا با آقای فاکنر، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، تماس ما را برقرار بکنن. ادامه میتیم به خبرها. وزارت دفاع افغانستان هم تایید کرده که دو جنرال لوای اول فرقه 111 کابل و 5 تن از افسران اردو در پیوند به حمله بر یکی از جزءتام های این فرقه از وظیفه سبک دور شدند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در پیوند به حمله بر فرقه 111 نزدیک پوانتون نظامی مارشال فهیم 7 تن از منصوبین اردوی افغانستان برکنار شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، این مقام های اردو برای تحقیق به سارنوالی و بخش حقوقی هم معرفی شدند.
حمله بر کندک دوم لوای اول فرقه 111 کابل به تاریخ 9 ماه دل صورت گرفت که در نتیجه درگیری 5 ساعته 11 منصوب اردوی افغانستان کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. کشور هند 108 پروژه انکشافی را در افغانستان که ارزش آن 31 میلیون دلار تخمین شده تمویل می‌کند. امروز در کابل در نشست خبری منپریت هورا سفیر هند مقیم کابل با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بعد از امضای قرارداد این پروژه ها در قصر سپیدار به خبرنگاران روی این معلومات دادن. این پروژه ها در بخش های زیربناها، معارف، تحصیلات عالی، حکومت داری و دیگر بخش های انکشافی در 31 ولایت افغانستان تطبیق خواهد شد. سفیر هند این پروژه ها را نمادی از دوستی میان دو ملت خواند. هند همکار قابل اعتماد شما است و می باشد. موفقیت شما آرزوی آنهاست. در درد و غم و رنجتان شریک خواهند بود و در آینده نیز کنار شما است. رئیس جمهوری افغانستان بعد از سپاسگزاری از کشور هند برای کمک های آن کشور به افغانستان افزود که هند خواستار ثبات در افغانستان از بازسازی در این کشور حمایت می کند. اما برخی دیگر کشورها که ادعای دوستی با افغانستان را می کنند برخلاف این کار عمل می کنند. دوستی واقعی معنایش همیست که برای بهبود زندگی کشور مردم در یک کشور شما آماده کار و همکاری باشید. ساختن افغانستان. این قراردادها با هند در حال به امضا رسید که در ختم این هفته یک هیئت افغان برای 2 روز به اسلام آباد سفر می کند تا روی موضوعات مختلف امنیتی با مقامات آن کشور صحبت کند. توقع ما همیست که کشورهایی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز سه‌شنبه به ایالات متحده بار دیگر هشدار داد تا نیروهایش را از شهر منبیج سوریه خارج سازد و متعهد شد که عساکر ترکیه عملیات نظامی خود را بر مناطق استراتژیک کلیدی آن منطقه افزایش خواهد بخشید. آقای اردوغان ایالات متحده را متهم به حضور جنگجویان گروه‌های حفاظت مردمی در آن منطقه کرد. آقای اردوغان همچنان افزود که ایالات متحده علیه علایق ترکیه، ایران و حتی روسیه در شمال سوریه کار می‌کند. محلی که به گفته رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده اکمالات نظامی را به ملیشه‌های کرد ارسال می‌دارد. آقای اردوغان بار دیگر تقاضای خود را به خروج عساکر آمریکایی از شهر منبیج در سوریه تکرار کرد. ایالات متحده از گروه‌های کرد در این منطقه در مبارزه علیه گروه داعش حمایت می‌کند و به آنها اکمالات می‌فرستد. اداره رئیس جمهور ترامپ امکان ملاقات میان مایک پنس با معاون رئیس جمهور ایالات متحده را با مقامات کره شمالی در طول مسابقات المپیک زمستانی در کنیای جنوبی باز نگه داشته است. آقای پنس که با خبرنگاران قبل از پروازش به ژاپن صحبت میکرد گفت که او تقاضای هیچ گونه ملاقاتی را با هیچ کس نکرده، ولی پیامش برای هر کسی که آنجا بیاید عین چیز خواهد بود و آن این است که کره شمالی باید برای همیشه برنامه انکشاف سلاح ذره‌ای بلند پروازی هایش را در بخش هسته‌ای ترک بکنم. آقای پنس تذکر داد که رئیس جمهور ترامپ به مذاکرات عقیده و باور دارد. آقای پنس در این هفته در توکیو و سئول روی تجدید تقاضاهای حکومت آمریکا برای اعمال حداکثر فشار بر پیونگ یانگ جهت ختم برنامه ذره‌ای‌اش کوشش خواهد کرد. و رئیس اداره استخبارات آلمان میگوید که کره شمالی امکانات و تکنولوژی را برای برنامه تولید هسته‌ای‌اش از طریق سفارتش در برلین دریافت می‌کند. رئیس این اداره در یک خطابه تلویزیونی به مردم آلمان گفت که وی ضمانت کردن نمیتواند که سازمان او بتواند تمام این فعالیت‌ها را تشخیص داده و متوقف سازد، ولی مقامات آلمانی بازارهای مخفی را با خریداران ناشناس شناسایی کرده که در آن خرید و فروش شاملند و کره شمالی آنها را در آلمان به کار گمارده است. این مقام ارشد آلمان در مورد تسلیحاتی که کره شمالی خریده است معلومات نداد، اما گفت که احتمالاً تکنولوژی استفاده دوگانه در بخش ملکی و نظامی ممکن یکی از ابزار خریداری شده باشد. ایالات متحده یک سلسله تحریمات قوی را بر کره شمالی به دلیل عدم توقف برنامه انکشاف سلاح هسته‌ای و آزمایش میزایل‌ها انفاذ کرده است. و در ایالات متحده قانونگذاران آمریکایی بر روز دوشنبه رأی دادند که دموکرات‌ها می‌توانند در مقابل یادداشت انتشار یافته از سوی جمهوری‌خواهان یادداشت جوابیشان را منتشر سازند. در یادداشت جمهوری‌خواهان اداره تحقیقات فدرال یا FBI در بررسی‌ها پیرامون مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به سوی استفاده از صلاحیت متهم شده است. جزئیات را همکارم احمد فؤاد لامی دنبال کرده که اکنون از جلوی عمارت کنگره با ما هستند. آقای لامی سلام، خسته نباشین.
یادداشت دموکرات ها حاوی چه نکاته بوده میتونه؟ سلام بر شما. یادداشت دموکرات ها البته تا به حال واضح نیست که حاوی چه نکات است، ولی چیزایی که تا به حال در مورد گفته شده او را با شما شریک میسازم. کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا با اتفاق آرا اجازه داد که یادداشت دموکرات ها هم نشر شود، اما یادداشت هنوز هم محرم باقی مانده، به خاطر که هنوز هم نیاز است تا رئیس جمهور این یادداشت را مرور بکنه و اجازه نشر شود. البته آدم شف یک عضو برجسته دموکرات در مجلس نمایندگان در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان گفته که یادداشت جمهوری خان در مورد عملکرد اف بی آی گمراه کننده و نادرست بود و گویا یادداشت که دموکرات ها انتشار نشر میکنه نکته به نکته به او مسائلی که جمهوری خواه به او اشاره کرده پاسخ داده و البته یادداشت در 10 صفحه میباشه. دموکرات ها میگویند آنان فقط میخواهند حقیقت آنچه را که گذشته بازتاب دهند. فکر میکنم این کار کمک خواهد کرد تا مردم راجع به نادرستی ها و تحریف ها در یادداشت جمهوری خواهان بدانند. اصرار برای نشر یادداشت دموکرات ها در پاسخ به یک یادداشت جمهوری خواهان بود که هفته گذشته انتشار یافت و در آن اف بی آی متهم شده که گویا از پروژه تحقیقاتی تمویل شده از سوی کمپاین هیلری کلینتون برای توجیه جاسوسی علیه کارتر پیج مشاور کمپاین ترامپ و روابط او با روسیه کار گرفته است. ما آنها را بالفعل گیر آوردیم. ما آنها را گیر کردیم. قبل از آن که یادداشت دموکرات ها نشر گردد، نخست باید ترامپ آن را مرور کند. مقامات قصر سفید اشاره می رسانند که آقای ترامپ این یادداشت را نشر خواهد کرد، اما آنان تضمین نمی کنند. یک سخنگوی قصر سفید می گوید ترامپ ممکن از یک بررسی جدید عملکرد اف بی آی حمایت کند. ترامپ میگوید که در روند تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا یادداشت جمهوری خواهان دلیل برای تبرئه او از خلافکاری ها می باشد. اما رابرت مولر رئیس گروه ویژه حقیقت یاب به بررسی هایش ادامه می دهد و دموکرات ها و حتی خود جمهوری خواهان می گویند که تحقیقات مولر اساس فراتر از یک پژوهش مخالفین را دارد. اجازه دهید که برایتان بگویم این یادداشت کدام سرزنش تحقیق رابرت مولر نیست. آقای مولر باید اجازه داده شود که برای تکمیل بررسیش هر سر نخی را جستجو کند. البته رابرت مولر رئیس گروه حقیقتیاب در مسائل تحقیق مربوط به مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم خواسته که در این رابطه با او مصاحبه ای انجام بده. با این که آقای ترامپ اظهار آمادگی کرده که با آقای مولر یک مصاحبه انجام خواهد داد، اما روزنامه نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که گویا 4 تن از وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ به آقای ترامپ توصیه کرده که با آقای مولر مصاحبه نکنه. البته روزنامه نیویورک تایمز می نویسه که وکلای مدافع آقای ترامپ نگران از ایستند که شیوه گفتار آقای ترامپ و تناقضاتی که در گفتهایش دیده میشه ممکن در این مصاحبه آقای ترامپ را به دردسر بزرگ بیفکنه. آقای زیا. آقای لامی تشکر از شما، تشکر از گزارش، بخیر روز خوش. دوستا، همونطور که پیشتر وعده کردیم همکارای تکنیکی فرصت یافتن تا تماس ما را دوباره با محترم کانی فالکنر سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان که همکنون از طریق اسکایپ از پایگاه ناتو در کابل با ما در تماس هستند برقرار بسازند. ما هم صحبت آغاز میکنیم. آقای فالکنر یک بار دیگر تشکر از وقتتان. سوال پرسان میکنم چه باعث شد که پس از این همه مدت اکنون ناتو چنین یک عملیات هوایی را در بدخشان انجام بده؟ بار دیگر بخشی از ماموریت ما که به دنبال رفتن در عقب تروریسم هستیم در توسط نیروهای ایالات متحده صورت میگیره و در اغلب اوقات این ماموریت ها در همکاری با نیروهای امنیتی افغان صورت میگیره. این ماموریت در سرتاسر افغانستان در جریان است، در شمال و جنوب افغانستان در تعقیب و یافتن تروریست ها.
این عملیات ها را ما انجام میتیم و همچنین از اطمینان از این که ما به اهداف خود که اهداف این عملیات است برسیم، در حالی که در این زمان ما نگران امنیت ملکی ها هم هستیم و کوشش میکنیم از اونا حفاظت کنیم. تشکر. به یک نقطه بسیار اساس اشاره کردین، این عملیات چون گفته شده در نزدیکی سرحد با تاجیکستان چین انجام شده، چگونه هماهنگ شده بود اگر معلومات بدین؟ متاسفانه که رابطه ما با سخنگوی مأموریت حمایت ناتو، حمایت قاطع ناتو در کابل با سکتگی مواجه شد. مشکلات تکنیکی است. معذرت ما را بیننده ها بپذیرین. همکارای تکنیکی همی لحظه میگن که اونا در تماس هستن با ما. دوباره سوال خود تکرار میکنم آقای فالکنر، اگر همکارای تکنیکی آماده هستیم به آقای فالکنر من سوال دوم تکرار میکنم. عملیات را که شما در خبرنامه‌تان نشر کردین گفته میشه که در سرحد با چین و تاجکستان انجام شده، این چگونه هماهنگ شده بود؟ ایره هماهنگی کردیم ماموریت. تنها مسئله که ما امروز داریم ایست که من نمیتونم به جزئیات این منطقه و انتخاب این منطقه برای انجام عملیات صحبت کنم یا یک استخباراتی را که برای انجام عملیات استفاده شده با شما شریک بسازم، ولی من که گفتم میتونم که عملیات در همکاری با استقلال و مشروعیت کشور افغانستان و با همکاری از اونا در این مناطق سرحدی صورت گرفته. بسیار زیاد تشکر. آیا از آمار تلفات طالبان و خسارات وارده برای گروه در جریان همین عملیات معلومات دارین اگر با بیننده شریک بسازین؟ خب به دلیل از اینکه این عملیات به تازگی آغاز شده، تاثیرگذاری از او بر اهداف از او هنوز باید بررسی شود، ولی از زمان آغاز هدف قرار دادن دشمنان درآمد از اونا از ماه نوامبر به ایسو با همکاری نیروهای امنیتی ایالات متحده و نیروهای امنیتی افغان بیش از 35 لابراتوار تولید مواد مخدر، 4 بازار فروش مواد مخدر را هدف قرار دادن که بیش از 30 میلیون دلار ضرر به درآمد طالبان وارد کرده و این هدف قرار دادن منابع درآمد از اونها باعث میشه که طالبان را ضعیف بسازه و منابع تمویلشان را کم کنه و قدرت از اونها را در جنگ کاهش بده. تشکر. در خبرنامه‌تان همچنان آمده که عملیات به گونه دقیق انجام شده و پیش از این چنین حملات توسط تیارهای B-52 سابقه نداشته. کمی در مورد اگر جزئیات بتین، آیا در این عملیات هیچ آسیب به غیر نظامیان نرسیده؟ بله، هیچ گونه تلفات ملکی برای حملات هوایی در بدخشان وجود نداره. استفاده از تسلیحات دقیق و تکنولوژی دقیقی که ما استفاده میکنیم ایست که ما هدف از دست نمیتیم و جای دیگر اصابت نمیکنه. او قبل از او هم هر گونه شرایط و اینا مد نظر گرفته میشه و تمام معلومات بررسی میشه و منطقه تحت ارزیابی قرار میگیره تا ما مسئولیت پذیر باشیم و تلفات ملکی صورت نگیره و به این دلیل تلفات ملکی در حملات اخیر وجود نداشته. و جنرال نیکلسن در بیانیه یا هم خبرنامه شما گفته که طالبا هیچ جای بر پنهان شدن ندارن و همچنان هیچ پناهگاه برای گروه به خاطر انجام حملات برای افغانستان وجود نخواهد داشت. کمی در مورد این معلومات بتین، هدف اصلی آقای نیکلسن چی بوده؟ خب من بسیار خوشحال هستم که از من خواسته شد که من روی از این نظری آقای نیکلسن تشریح بودم. در اخیرین سنجش آرای عامه که در بخش ناتو از مردم افغانستان ما داشتیم نشان میداد که طالبان و حمایت از طالبان از 12% به 9% تنزیل کرده و این سنجش آرای عامه تازه ترین است که در ماه نوامبر 2017 صورت گرفت و ما فکر
فکر میکنیم که تا کنون به دلیل وحشیگری ها و خشونت از اون حتی از او هم کمتر شده حمایت مردم از طالبا، و به دلیل از اینکه مردم افغانستان طالبا را رد میکنن، طالب ها کوشش میکنن که با آمدن به مناطق مزدحم و موجودیت ملکی ها و همچنین تولیدات مواد مخدر بیشتر بسازن، اماکن عامه را هدف قرار بدن. بنابراین با این 39 کشوری که عساکر در افغانستان دارن و کمپین های نظامی ما هدفشون ایست که با این معضلات که تولید مواد مخدر طالبان است که بخش از ماموریت ماست برخورد کنن، و در عملیات مشترک ایالات متحده و نیروهای افغان تمام منابع تمویل از اون را میکشه از بین ببره و همچنین گسترش و انتقال و رفتنش از یک منطقه به یک منطقه دیگه. ما و همتای افغان خود، ما با طالبان تا زمان می جنگم کونا سلاح خود را بر زمین بگذارن و با حکومت افغانستان صلح کنن و یا آماده باشن که بمیرن و کشته شون. بسیار زیاد تشکر آقای فالکنر، تشکر از وقتتان. در برنامه بعدی هم انشاءالله بحث ادامه میدیم. تشکر، امیدوارم که تکنولوژی ما بهتر باشه برای بار دیگه. موفق باشیم. حتما، تشکر از شما. دوستان، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز شنبه از کولومبیا دیدن میکنه تا برای انفاذ توافقنامه صلح و اقدامات برای کاهش تولید مواد مخدر فشار بیاره. تیلرسون در پرو اعلان کرد که ایالات متحده بخشی از این مشکل است، زیرا تقاضای بزرگ برای دواهای مسکن بازار جذابی را برای قاچاقچیان مواد مخدر هم فراهم میکنند. آقای تیلرسون از پالیسی تجارتی ایالات متحده نیز حمایت کرده، گفت که موافقه های دو جانبه تجارتی بیشتر به نفع امریکاست تا موافقه های منطقه‌ای. گزارش زلیتکا هوک، خبرنگار صدای امریکا را همکارم دنبال کرد. سفر تیلرسون به امریکای جنوبی روی بحران سیاسی ونزوئلا و امکان تحریم بر صنعت نفت به عنوان بخشی از فشار بر نیکولاس مادورو، رهبر خودکامه و مستبد آن، برای بازگشت به دموکراسی متمرکز است. تیلرسون در پرو از گروه موسوم به لیما که متشکل از 12 کشور امریکای لاتین برای میانجیگری در ونزوئلا است قدردانی نمود. دولت‌های ما از رهبری پرو از گروه لیما در تلاش برای ایجاد مصالحه بین رژیم مادورو و تشویق بازگشت آن به قانون اساسی آن کشور و اجازه به مردم ونزوئلا تا صدایشان در انتخاب رهبرشان شنیده شود قدردانی میکند. این دیپلمات ارشد ایالات متحده گفت کشورش برنامه مشارکت مربوط به آن سوی اقیانوس آرام را که یک توافقنامه تجارتی میان چندین کشور در آسیا و امریکاست و پیرو در آن شامل است و طور کامل رد نکرده است، اما ارزش توافقنامه های دو جانبه برای ایالات متحده را ستود. از جمع 23 توافقنامه تجارتی که ایالات متحده در سطح جهان دارد، 12 توافقنامه آن در این منطقه است. بنابراین ما توافق قوی تجارتی را داریم. تیلرسون در کولومبیا از حکومت آن کشور خواست تا مانع کشت کوکائین شود و کشاورزان کولومبیایی را برای کشت محصولات بدیل معیشت تشویق نماید. ما بزرگترین مصرف کننده مخدرات غیرقانونی هستیم و ما باید کار روی این مشکل را آغاز کنیم. رئیس جمهور ترامپ آن را درک کرده و پیشنهادی را برای کاهش تقاضا و مخدرات ارائه کرده است. او آماده است تا 1 میلیارد دلار را در تلاش برای کاهش تقاضا برای مخدرات در میان مردم امریکا و به دلیل تاثیر ویرانگر آن تخصیص دهد. تیلرسون از آجندای تعیین شده برای اجلاس سران امریکا در پرو در ماه اپریل سال جاری قدردانی کرد که موضوعات آن شامل مبارزه با جرم و جنایات و فساد است و یادآور شد که رئیس جمهور ایالات متحده هنوز برای حضور در این اجلاس تصمیم نگرفته است. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا. دوستان، تایی چند سال اخیر اتحادیه اروپا با یک مجموعه از فشارها به شمول رشد باطی اقتصاد، بیکاری، افزایش نفوس پناهجویان، تهدید تروریسم و یک روسیه بازخیزگر روبرو شده است. با نظر داشت همه این مشکلات، چگونگی آینده این اتحادیه تحت سوال قرار گرفته است. صدای امریکا در این مورد گزارش روی همین مسئله داره و با تعداد از کارشناسان امور اتحادیه اروپا هم صحبت کرده.
طراحان سیاست اروپا و تحلیلگران پروژه انسجام اروپا را با بایسکل مقایسه می کنند که باید همیشه با جلو در حرکت باشد. با وجود آنکه تعداد از کارشناسان مدعی‌اند که اتحادیه اروپا با پایدل زدن خود ادامه خواهد داد، اما تعداد دیگر نگرانند که این بایسکل اروپایی شدیداً لرزان و بی‌ثبات به نظر می رسد. تصمیم بریتانیا برای خروج از این اتحادیه، تلاش های پولند و هنگری برای اعلام مجدد حاکمیت ملی، ضعیفترین انتخابات پس از سال 1945 در آلمان و حضور چپی ها در آن کشور، همه نزد تحلیلگران این پرسش را به وجود آورده است. آیا ما شاهد آغاز ختم اروپایی هستیم که آن را می شناسیم و آیا شاهد برگشت به آن اروپایی هستیم که هر کشور در آن پالیسی سرحدات بسته و حاکمیت ملی را به گونه شدید تطبیق خواهد کرد؟ با باور تعداد از تحلیلگران دیگر، همکاری های سیاسی و اقتصادی که اساس ایجاد اتحادیه اروپا دانسته می شوند و برای چندین دهه باعث صلح و رفای این اتحادیه شده، حال به گونه تدریجی تحت شعاع قرار گرفته است. موارد زیاد است که همه به یکبارگی ظهور کردند، مانند روند جهانی شدن، پیشرفت در تکنولوژی، تروریسم، روسیه انتقامجو و بیمیلی امریکا. در این حال، کم توجهی رهبران در حل مشکلات مردم نیز عامل دیگر پنداشته می شود. یک نوع نارضایتی میان مردم ایجاد شده و طور احساس می کنند که گویا دیگر به مانند یک طبقه متوسط زندگی ندارند. یکی از عوامل دیگر تحولات اجتماعی و سیاسی اروپا ورود میلیون ها پناهجو به این اتحادیه می باشد. در کنار سایر عوامل، اروپای پس از جنگ جهانی دوم همیشه به گونه منظم حمایت ایالات متحده را با خود داشت. اما تحلیلگران میگویند که این وضعیت در حال تغییر است. از جانب هم موضوع مشخص ساختن مسئولیت ها میان اروپا و امریکا در دوران حکومت رئیس جمهور ترامپ بیشتر مطرح شده است. حتی پس از ترامپ نیز به نظر نمی رسد که امریکا یک نقش سازنده ای را که در 50 یا 60 سال گذشته داشت ایفا کند. برای اروپایی ها بسیار مشکل است و سرنوشتشان دوباره به دست خودشان افتاده است. تعداد از تحلیلگران به این باورند که اروپا در عوض پنهان شدن از مشکلات باید با آن مقابله کند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دوستان، درست 60 سال پیش از امروز در نتیجه سقوط یک تیاره مربوط به خطوط هوایی مونیخ، تعداد از ستاره‌های درخشان تیم فوتبال منچستر یونایتد کشته شدند. خبرگزاری فرانسه با یک تن از اعضای آن وقت تیم که به دلیل معالجه و یا هم تکالیف صحی از سفر با بقیه اعضای تیمش باز مانده بود صحبت نموده و در مورد این سانحه گزارش را تهیه کرد. آخرین تصاویر از آخرین پیروزی بازیکنان تیم منچستر یونایتد در بلگراد. بازیکنان این تیم که به بیزبی بیبز نیز شهرت داشتند، تیاره حاملشان در 6 فوریه 1958 پس از گرفتن تیل در شهر مونیخ یا منشن آلمان، حین پرواز سقوط کرد و 23 عضو آن کشته شد. ولف مگینیز، یکی از بازیکنان آن تیم که به دلیل جراحت و معالجه در این سفر تیمش را امراهی نمی کرد، 60 سال پس از آن سانحه هنوز هم رفقای خود را به یاد دارد. دانکن ادوارد یکی از بهترین بازیکنان بود، اما اینها همه قبل از آن سانحه بود. پس از آن حادثه، ولف با تیم انگلستان پیوست و تیم منچستر یونایتد را نیز مدیریت میکرد. بدترین تجربه سقوط تیاره بود که بازیکنان در آن کشته شدند و هیچگاه دوباره بازی نکردند. خوشبختانه که من زخمی بودم، در غیران با آنان سفر می کردم. امروز نیز از خاطرات آن تیم یادآوری می شود و در میان بازیکنان کشته شده، بعضشان ستاره های درخشان تیم تلقی می شدند که بعداً نیز با بازیکنان اسطوره‌ای مبدل شدند. بابی چارلتن، یک تن از نجات یافتگان آن تیم، بعداً در جام جهانی 1966 در تیم انگلستان که برنده آن جام نیز شد بازی می کرد. در این حال، مت بزبی، مدیر کلاب منچستر یونایتد که او نیز از سانحه سقوط تیاره جان به در آورده بود، 10 سال پس از آن حادثه توانست تا تیمش را در رقابت‌های جام اروپا رهبری کند. برای علاقه‌مندان امروز منچستر یونایتد، حادثه سال 1958 و با وجود آمدن دوباره این تیم، هنوز هم تنین آفرین است.
برای ما بسیار با ارزش است. روشن است که ما بازیکنان چون دانکن ادوارد را از دست دادیم. ممکن بهترین بازیکن برای همیشه. حادثه مونیخ در تاریخ منچستر یونایتد ثبت شده است. هیچگاه فراموش نمی شود. در حالی که ولف از دست دادن اعضای تیم خود را هیچگاه فراموش نخواهد کرد، برای علاقه‌مندان امروز منچستر یونایتد نیز نام بزبی بیبز برای همیشه جاودان خواهد ماند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه دری در همینجا به پایان رسید. از همراهیتان جهان سپاس. با امید فردای